سلام خدمت همگی امروز با نصف پنل مرزبان در خدمتتون هستم توی گروه خیلی بچه ها مثل اینکه مشکل داشتم با این پنل والا توی نصفش یا توی اجراش امروز میخوام انجامش بدم تا الان من نصف چند تا پنل رو گفتم توی ویدیوی قدیمی توی این ویدیو که خود نصف پنل چینی رو گفتم توی این ویدیو نصف پنل انگلیسی رو گفتم و توی این ویدیو هم که نصف پنل صنایع رو توضیح دادم حالا نصب پنل مرزبان رو توضیح میدم خدمتتون یه نکته قبلش بگم تمام کامنتاتون رو میخونم تا جایی که بدونم جوابش چیه جواب میدم و اینکه به هیچکس از همه یاد میگیرم چه از تو چه اونی که میکنه انتقاد کشکی حالا بعضی کامنتات رو آدم نمیدونه باید بهشون بگم خب ما مثلا همیشه اول یه دونه سرور مجازی نیاز داریم که میام من از اینجایی که سرور میگیرم یه دونه سرور میسازم لوکیشن انتخاب میکنم میام اوونتوی 20 انتخاب میکنم توی ویدیو قبلی هم گفتم شما حتی اگر سروری که میسازید فیلتر هم باشه با این روش های IP که شما جای اون IP خودتون میذارید حتی فیلتر هم باشه میتونید جواب بگیرید کلا واسه وضع واس شدن به خود سرورم هم و زدن کد ها و دستورات هم که از SSH آنلاین استفاده میکنم و اهمیتی نداره که اصلا اون سرور فیلتر باشه اینجا که وارد بشید این SSH رو میزنید این صفحه براتون میاد که IP سرورتون رو میخواد من فقط اینجا چون نمیخوام ایمیل رو چکش کنم که واسه هم پسورد چی فرستاده یه بار رسه پسورد میکنم آی پی رو کپی میکنم اینجا میایم آی پی رو وارد میکنیم بعضی از دوستان میگم فقط اصلا واسه پنل کاری نداره آقا کاری نداره نگاه نکن من که اولش میگم چه موضوعیه تایتل مشخصه که چه موضوعیه اینجا یس yes میزنی و اینجا پسورد رو ازتون میخواد خب بعد اینکه لاگین کردید یه بار میوسید اپت آپدیت مونتر میکنید و باید میسید که آپدیت میشه خب تا این آپدیتش انجام میده یه بار هم باید سرچ کنم خود پنگلر رو پیدا کنم من معمولا لینکی نمیذارم واسه همین به توی یاد نفیر سرچ کنید خودتون پیدا کنید میزنم مرز بان گیتاب سایت اولی که میاد واسه وارد میشید اسکرول میکنید میاد میکنی. پایین اونجا نوشته توضیحات فارسی روی فارسی میزنید که واسه به زبان شیرین فارسی توضیح بده حالا یه سری توضیحات قبلش گفته و آموزش هم خودش داده من میخوام روی این کاملا تک پورت این کار رو انجام بدم حالا خودش پیشنهاد بکنه روی داکر نصب کنید و این چند تا گزینه رو جالتون میذاره که من روی این انجام میدم خب بهتون میگه که روی این پورت بهتون تروجن تی سی پی، تروجن ویب سوکت، ویلیس ویب سوکت، ویمیس ویب سوکت، تروجن جی آر و ویمیس جی, جی میده خب میایم پایین تر خب گفته دستور زیر رو اجرا کنید و نصب کنید کپیش رو میزنیم میریم توی سرور اینجا واردش میکنیم اینتر سب کنید تا مراحل نصب داکر رو پیش ببرم خب زمانی که نصبش تمام شد میریم ببینیم بعدش گفته چیکار کنیم اینو که انجام دادیم گفته با دستور زیر فایل رو توی پوشه مرزبان میری دانلود میکنید دستورش رو دوباره این کپی کنارش رو میزنم میام توی سرور و پیست میکنم اینتر میزنی و خب شمار رو توی این لوکیشن مرزبان یعنی مثل فولدر توی خود ویندوزه بعد گفته که حالا این دستور رو اجرا کنید دقیقا این چیزایی که خودش گفته رو ما انجام میدیم سب میکنید تا نصب اینا انجام بشه خب میریم ببینیم دستور بعدیش چیه خب این هم زدم و اینجا خب واسه فعالسازی TLS گفته که شما میتونید از این روش استفاده کنید خب این دستورش رو کپی میکنم میبرم توی سرورم وارد میکنم همینجا پیس میکنید اینتر ما باید بریم دامنمون رو ست کنیم حتما TLS رو بگیرید میرم توی کلاد فلر و اینجا توی سایت هم وارد میشم توی بخش DNS رکورد داشت اینجا یه ای دونه اد رکورد میزنم تیک پرکس رو خاموش میکنید تا TLS رو بگیرید بعدش میم روشن میکنم اینجا یه چیز واسه تایپ میکنم مثلا آرمانی بهتون یکی که این آدرستون میشه اینی که براتون این بالا مینویسه آدرستون میشه اینو کپی میکنم یه دونه تکس باز میکنم توی اون تکس نگهش دارم اینو اینجا داشته باشیم آی پی سرورمونو بیاریم این آی پی سرورمونو کپی میکنم اینجا پیس میکنم و روی سیف میزنم کاری با این رکوردی که من ایجاد کردم نداشته باشید این که از قبل شما یه دونه رکورد نیاز دارید که الان براتون ایجاد کردم خب بریم واسه یه بقیه دستورات نصبش خب گفته قدم بعدی بعد باید به جای your email و یور domain ایمیل و دامینتون رو بنویسید این دستور رو کلا کپی میکنم میارمش توی یه دونه تکسی که داشتم انجام میدادم اینجا به جای یور ایمیل ایمیل رو میزنم و به جای یور دامین هم این آدرس هم باید بزنم کل دستورش رو کپی میکنم من میبرم توی سرور پیس میکنم اینجا یه اینتر میزنید شروع میکنه گرفتن SSL واسه این رکوردی که ایجاد کرده بودید این ساب دامینی که من ساخته بودم خب نصبش تمام شد نصبش تمام شد میریم ببینیم بعدش گفته چیکار کنیم گفته که توی فایل این باز کنید و تنظیمات TLS رو باید اینجوری انجام بدید که تمام این دوتا اسلش ها رو پاک کنید و به جای سرور نیم دامین خودتون رو بزنید ببینید شما توی این لوکیشن مرزبان که هستید یه دونه LS بگیری بهتون میگه که این LS تایپ کنید اینتر کنید بهتون میگه چه فایله هست ما این فایل رو باید ویرایشش کنیم تایپ میکنید نانو نانو ویرایشگر خود لینوکس X ری میزنم یه دونه تب بزنم بقیش و بنویسه اینتر میکنم خب اینجا باید بیایم پایین تا اون دوتا اسلش ها رو باید پاک کنیم اینجاست خط به خط این دوتا اسلش ها رو پاک کنید فقط چیزی اضافه تر پاک نکنید که فایلش خراب نشه خب بعد بگردم دنبال سرور نیمه خب اینجا اینم سرور نیمه است حالا گزینه جستجو داره ولی خب سخت کار باش چون تغییرات زیادی هم نرم همینجوری پیداش کنید کاری نداره پیدا کرده سرور نیمه رو پاک میکنید و همون رکوردتون رو که اینجا قبلتر کپی کردیم کپی میکنید اینجا پیس میکنید دکمه کنترل X رو میزنید اینجا از یه سوال میپرسه روی وای میزنید و اینتر خب بریم ببینیم بعدش چی گفته گفته که حالا فقط کافیه با دستور زیر ریستارت کنید مرزبان رو کپی میکنیم کل دستورش رو توی لینوکس همون پیست میکنیم خب یه بارم انتر میزنیم اینجا خب تمام شد کل نصبش تموم شد میگه که به وسیله این آدرس میتونید بس بشید به مرزبان کپی میکنم یه دونه تب جدید باز میکنم اینجا ج... به جای داوین هم این داوین کپی میکنم و اینجا واردش میکنم اینتر میزنم خب پنل بالا نمیاد یه بار برم توی اون رکوردای دی ان فلرم اینجا این تیکه شروع روشن کنم احتمالا آی پی فیلتره واسه همین بالا نمیاد برمیگردیم اینجا البته باید ساب کنیم تا اون تیکه اعمال بشه رفرش میکنید خب ببینید که بالا اومد ادمین ادمین میزنید که پیش پرزشه اگه بخواید این ادمین ادمینم تغییر بدید واسه نوشته که تو کدوم فایله اینجا گفته که میتونید بر یوزرین پسوردتون رو تغییر بدید فایلش واسه نوشته کجاست خب اینجا یه دونه create user میزنم یه اسم واسه یوزر رو مشخص میکنم هرچی دوست دارید میتونید بهش محدودیت حجمی بدید یا محدودیت تاریخی میگه که اون پورتوکولایی که میخواستی و کدوماش رو میخوایی بسازه من تیک رو باشه اون چیزایی که توی اون توضیحاتش نوشته بود و بسازه کریت ك... که میزنید اینجا براتون این ردیفه ایجاد میشه خب وی این QR کدش بزنید بهتون یه دونه سابسکراب لینک میده که اینو اگر اسکنش کنید کل این هفته کانفی که ساخته رو واسه میاره میتونید از اینجا هم کپیش کنید اصلا نمیدونم سابسکرپشن لینکش کار میکنه یا نه ولی اینجوریه که بعد اینجا توی سابسکرپشن سیتینگ اینجا اد بزنید یه اسم مشخص کنید هرچی اینجا اون آدرس رو وارد کنید اوکی و یه بار میزنیم زنی. می میزنیم با پروکسی واسمون بیارشون نه یه لینکش کار نمیکنه ولی اینجا شما کپی کانفیگا رو بزنید همه رو با هم دیگه استون کپی میکنه و اینجا کافیه دونه کنترل وی بزنید همه ای کانفیگا رو اینجا بهتون نشون میده خب یه بار یه تست ازش میگیرم از همشون بعد یه دونه پی میزنم پینک بهم هم بده خب اینایی که داره بهم هم تایم اوت میده نگران نداره با یه ویرایش کوچولو میتونیم همشون رو درست کنیم میتونید یه دونه کنترل تی هم بگیرید حالا تست ببینید کدومش جواب میده کدومش جواب نمیده اینجا اون داستان استفاده از آی سالم کلادفلر مطرح میشه که باید از اون استفاده کنید من چند تاشو ویرایش میکنم این جی آر پی سی واسه ویرایشش میکنم خب اینجا اینو میذارم شوی کروم اینو پاک میکنم و از اون آدرسایی که بهتون دادم یا اگر خودتون آی پی سالم دارید به جای این آدرسه وارد میکنید خب من اینجا ایران سلم این آدرس رو برمیدارم که آی پی سالم پشتشه پیست میکنم اوکی یه دونه کنترل تی میگیرم میبینید که خیلی روون اجرا شد بقیهشون هم میتونید با همین روش ویرایش کنید فقط وب سوکته باید توی این هاستش هم آدرس باشه اینجا اینو وارد میکنم اوکی جی آر پی هم تو اس ان باشه کفایت میکنه خب بعد اینکه آدرس ها رو تغییر دادم همه رو به اون آدرسی که میدونم آی سالم سالمی که لاتفر پشتش هست همشون شما هم دیگه سلیکت میکنم و یه دونه کنترل تی میگیرم خب بجز تی سی پیه تروژن تی سی پیش بقیهش که داره به هم پینگ میده و تست هم میده اگر به جز ایران سل چیز دیگه ای بودید که از اون آدرس هایی که قبلتر گذاشتم واسه تو و همراه اول رایتل مخابرات هایمیو بیا هر اپراتور دیگه که بودید استفاده میکنید و کانکت میشه خب بعد توی پنلش پنلش خیلی محیط ساده ای داره و خیلی کار آمده. اینجا میزان استفاده شده رو توی کل کانفیک ها بهتون میده اینجا هم که میتونید یوزر تعریف کنید مثل همون که تعریف کردم یه دونه رفرش هم کنم اینجا تا حجمی که الان استفاده کردم و به هم نشون میده ببینید این همون حجمه استفاده کردم توضیح دیگه این نداره امیدوارم که این ویدیو هم دوست داشته باشید ویدیو رو خوب نگاه کنید لطفا بچه ها از خودشون ابتکار اول به خرج میدن بعد میگن که کار نکرد اگر مثل همین کاری که من انجام دادم انجام بدید قطعا جواب میگیرید تا یه ویدیو دیگه, دیگه خدا یار نگهدارتون